بی، بی، قند و نبات است اما روی دست کشاورز میماند طالبی ایران یکی از هفت محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی خیار بادمجان خربزه گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است رسیده. موقع هفته گذشته رسانه های عراقی به نقل از حمیدن نایف سخنگوی وزارت کشاورزی عراق دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود <تصفح> سال گذشته روسیه فلفل های دلمه ای ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سالهای گذشته عمان هندوانه های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود ماجرای سیب زمینی های مرجو شده از ازبکستان هم در گیر و دار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگذیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تربار تأثیر گذاشته رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش سی درصدی خرید میوه علا رغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار میدهد آنطور که آقای دارای نجات میگوید گوید هزینه های کشاورزی بین 100 تا 200 درصد رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبا شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگذاران میگوید در سی سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده اما برای فروش و مصرف محصولات باقی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می کند و میگوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند به گفته این کارشناس باغداری وضعیت محصول باغات لیموتورش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیموتورش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی محصولات باقی ایران را روانه زباله ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، فا ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16 درصد از محصولات زراعی و حدود 28 درصد از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت زایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار زایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود یک میلیون هکتار یعنی 12 درصد سطح زیره کشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13 ممیز 7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهایی تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند سعودی آن دیده نمی شود. محیار رادیو فردا.